مرحله دوم تحقیقی من در رابطه با کشتار انقلابه. اگر شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی به مقدمش نگاه بکنید، میگن انقلاب پیروز شد با 60,000 شهید و 100,000 معلول. اون یکی از تحقیقات من در اون ساله. من تمام مرگ و میر سال 57 رو گرفتم تا از روز اول فروردین، هنوز انقلاب نشده، تا آخرین روز اسفند سال 57 که انقلاب درش واقع شده 758 نفر کشته شدن. بلافاصله که انقلاب پیروز میشه، آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دکتر یزدی رو مأمور کمیته انقلاب میکنن و اعلام میکنن که به هر کسی که کسی رو از دست داده بیاد و 100,000 تومان بهش پول بدن. 100,000 تومان اون موقع، بله، کل کسانی که رفتن و 100,000 تومان گرفتن 603 نفر بود. عجب. اختلافش با 758 نفری که من آمار در آوردم، اون تعداد آدمهایی که تو اعدام شدن بعد از بهمن تا اسفند همون سال که از جلو تیر خوردن. رسیدیم به بلافاصله رفراندوم سال 58. بلافاصله من اون موقع هم در دانشگاه تدریس میکردم هم در مرکز آمار ایران بودم. در نتیجه دو گروه از دانشجویان و کارمندان فرستاده بودم برای بررسی آماری که انقلاب، هنوز فکر کردم که آمار میخواستم بگیرم ببینن انقلاب چقدر کشته. نه. روز رفراندوم. آها. روز رفراندوم که برن بررسی بکنن. روز رفراندوم، باور نکردنیه براتون، روزی که من ساعت 11 صبح اون روز 12 فروردین که از خونه آمدم بیرون، رادیو رو که باز کردم گفتن که تا به الان 20 میلیون نفر رأی دادن. تلفن کردم به این کسانی که با من کار میکردن، گفتن شما باید بیایید ببینید چه خبره. وقتی که ما رفتم تو این گروه ها برای بررسی، به گروه ها حوزه های برمیخوردم که یک آخوند به عنوان رئیس حوزه بود و این بیجک های ستایی رو میگرفتم دست مردم میدادم، گفتم بگو مرگ بر شاه. مسئله اصلی تر خدمتتون بگم، جمعیت ایران در اون روز 37,200,000 نفر بود. هنوز الان صورتش پیش من هست. کل کسانی که بیشتر از 16 سال میتونستن رأی بدن 18,732,000 نفر بود. خب چه آماری اعلام شد؟ آماری که اعلام شد این بود که گفتن که 30 میلیون رأی آمده بود. 30 میلیون رأی آمده بود. بعد تو وزارت کشور گفتن که این تاریخ اینطوری که نمیشه، 22,400,000 نفر رأی دادن در قبال 18 میلیون. در ازای این 20,400,000 نفر انقلاب را پذیرفتند. حالا شما به این توجه داشته باشید، 18,732,000 نفری که کل جمعیت رای دهنده ایران بود، در بشاگردم زندگی میکرد، مخالف هم بود، در بیمارستان هم بود، در همه جای دنیا هم بود. از اینجا شد که مسئله من کاملا جدا شد و من بعد از یک صحبت، یعنی شما از این آمارسازی ها فهمیدید که این رژیم دروغ میگه؟ همیشه دروغ گفت، همیشه. یعنی اونجا برای من دیگه قطع امید شد که هیچ چیز دیگه وجود نداره.